من یه سوال بپرسم، بذارین یه سوال بله مرسی. بپرسم ازتون. اینکه گفتین با تغییرات قابل برگشت مخالفت نکنن، اگر قابل برگشت نباشه، مثلا مثل تتو، مثل یه کارای این چنینی، خیلی هم مود شده، نوجوانان خیلی اصرار دارن که انجام بدن، اینجا ریاکشن والدین البته که متفاوته، زندگی ها، ایدئال های افراد، ولی میخوام بدونم ریاکشنی که مناسب تره چی میتونه باشه. آره دقیقا، مرسی از سوالتون. در خصوص موضوع تتو، واقعیتش گرچه که این بدن نوجوانه و این خودشه که بعد تصمیم بگیره که مثلا رو بدنش طرحی یا نقشی رو ببنده، و این والدین باید بدونن این بدن من نیست که بخوام در موردش تصمیم بگیرم. ولی از اونجایی که خیلی از ایده هایی که تو سن نوجوانی میاد میتونه موقتی و گذرا باشه و هنوز هویت شکل نگرفته که نوجوان با قطعیت بگه من دوست دارم تتو کنم، گرچه اینو با اطمینان داره بیان میکنه، ولی خیلی احتمالش هست 2 سال دیگه نظرش عوض بشه و بابت این موضوع اصرار پشیمون بکنه. به همین دلیل والدین، من پیشنهادم اینه که اونو متوجه این ماجرا بکنن که دوره نوجوانی دوره ای که خواسته های تو تغییر میکنه، حتی پوشش تو تغییر میکنه. یعنی تو ممکنه الان یه استایل خاصی رو بپسندی که 2 سال دیگه اصلا اون استایل رو نپسندی. حالا اگه بخوای این استایل رو برای همیشه رو خودت انتخاب بکنی، این میتونه تو رو تحت فشار روانی قرار بده. اصلا به همین دلیلی که ما تو این سن نباید ازدواج کنیم، گرچه ممکنه خیلی از نوجوانان تمایل به انجام این کارو داشته باشن، ولی احتمال اینکه نظرشون تغییر بکنه، چون شخصیت تو این سن در حال تغییره، هنوز کامل شکل نگرفته، من هنوز هویت خودم رو پیدا نکردم، در نتیجه تصمیمی اگه بگیرم که برای من غیر قابل برگشت باشه، خب این ریسک پشیمونی رو داره. گرچه خب حتما بعدش میشه لیزر رو با لیزر در واقع این تتو رو پاک کرد، ولی خب به صورت کامل که خب طبیعتا پاک نمیشه. والدین صرفا بعد این آگاهی رو به نوجوان بدن که بهتر که صبر کنه و یکم از این دوره تغییرات هورمونی نوجوانیش بگذره و این موضوع رو به تعویق بندازن، صراحتا مخالفت نکنن، میتونن بگن من نمیپسندم، من دوست ندارم برای بدن خودم، ولی اگه تو خیلی دوست داری و نیاز به اجازه من داری، من ترجیح میدم که مثلا تو بعد 18 سالگی چنین تصمیمی رو بگیری و بهتر تا اون سن صبر کنی. به تعویق انداختن این قضیه کمک میکنه که نوجوان تو سن مناسب تری بتونه این تصمیم، گرچه الان دوره نوجوانی تا سن 22 الی 23 سالگی ادامه پیدا کرده و حالا شاید این 18 ای که من گفتم ورژن خیلی نسل قبل تری، ولی عملا به تعویق انداختن این قضیه میتونه کمک بکنه که نوجوان تصمیم های بهتری بگیرن و مرسی ممنون. خیلی براشون ایجاد نکنه.